شادی امین از مدیران عدالت برای ایران از لندن با ما هستند. خانم امین، هیئت دادستانی دادگاه گفته که به دلیل مردمی بودن این دادگاه هیچ دولتی اجازه دخالت در روند اون رو نداره. جزئیات بیشتر این مسئله را از شما بشنویم. سلام میکنم خدمت شما. همونطور که احتمالاً دوستانی که الان این برنامه رو دیدن با صدای من متوجه میشن، این شاهد به دلیل امنیتی صداگذاری توسط من صورت گرفته بود در دادگاه و نه صدای خودش. ادامه میدم با سوالتون. ببینید، واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه از اهمیت دادگاه برای ما حرف میزنه و اینکه دادگاه به چند دلیل، دادگاه بین‌المللی مردمی آبان به چند دلیل اهمیت ویژه داشته. در طی دور اول و همینطور دور دوم شاهدین، خانواده‌ها، معترضین، خانواده‌های جانباختگان اومدن، حرف زدن، مقاومت خودشون رو امتداد دادن با حضور در این دادگاه، اعتراض خودشون رو مجدداً به وضعیت اقتصادی، به وضعیت سیاسی در ایران نشون دادن. از طرف دیگه ما مشاهده کردیم که نیروهای از درون سیستم سرکوب معترضن به این وضعیت، اومدن و با توجه به آنچه که در آبان دیدن، یعنی شلیک به سوی مردمی که به قول اون افسر ارشد سپاه پاسداران که میگفت برای نان به خیابون اومده بودن، در واقع اینها رو هم باعث شده که از این سیستم خودشون رو جدا بخوان بکنن، اومدن شهادت دادن و به نظر میاد بسیار سنگین اومده، چون پس لرزه های دادگاه آبان رو ما امیدوارم که در رابطه با جمهوری اسلامی بیشتر و بیشتر ببینیم. یعنی از یک سو مقاومت و بیان دادخواهی، بیان اعتراضات، و از سوی دیگه ریختن این نظام سرکوب از طریق بیرون اومدن و کسانی که باهاشون کار میکنن، نیروها، و یک نکته بسیار مهمتر، دادن این اطلاعات به ما. این شما الان عنوان کردین 40 شاهد جدید فقط در روز آخر اضافه شدن. از دیروز تا الان 120 شاهد دیگه که در بین اینا هستن، کسانی که با نیروی انتظامی، با سپاه پاسداران همکاری دارن و مدارک و اسناد خودشون رو خانه این شدن که بتونن از طریق امن به ما برسونن. به این معنی میخوام بگم که واکنش ایشون در واقع نشون میده که درکی از یک فضای آزاد و فعالیت مستقل نداره و فکر میکنه دولت بریتانیا یا هر دولت دیگه حق داره، حق تشکل، حق ایجاد چنین فضایی رو برای دادخواهی از ما بگیره. نه تنها این حق رو ندارن، بلکه فضای اینجاها با فضایی که اینها در ایران ساختن باید بفهمن یه موقعی که بسیار متفاوت از خانم خانم امین، در بخش دیگری از این بیانیه اشاره شده که به این 160 متهم که در رأس اونها علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی قرار داره میتونن در دادگاه حضور پیدا کنن و از خودشون دفاع بکنن. واکنش احتمالی جمهوری اسلامی و حکومت رو به این مسئله چه میبینید؟ نامه مشابهی به سفارت جمهوری اسلامی هم در لاهه هم در لندن ارسال شده. این حق برای اونها محفوظ. ما فکر میکنیم که مردم ایران الان اونقدر یاد گرفتن که یک رسیدگی منصفانه، یعنی متهم حق دفاع از خودش داشته باشه، تا کنون پاسخی به این نامه ها ندادن، سعی کردن بی تفاوت از کنارش رد بشن، اما میدونن خودشون بهتر از هر کسی میدونن که عواقب چنین حکمی چگونه میتونه دامنگیرشون بشه. و البته در کلاپاس، در فضاهای اجتماعی، از رائفی پور تا بقیهشون این ترس رو بیان کردن، نگرانیشون رو به این حکم عنوان کردن و ما امیدواریم که در واقع عکس العمل نشون بدن. اون تعدادی از اینا که فکر میکنن نکته‌ای برای دفاع دارن، دادستانی راه رو باز گذاشته و هیئت قضات دعوت کرده که از این حق دفاعشون استفاده بکنن. بسیار سپاسگزارم از توضیحات شما. شادی امین از مدیران عدالت برای ایران از لندن.